به نام خدا سلام من مهدی کیانی قصد دارم که در این مجموعه آموزشی از فرادرس در خصوص مکانیک پرواز برای شما عزیزان صحبت کنم مطالبی که در این قسمت از مبحثمون مطرح خواهیم کرد بحث‌های مقدماتی مکانیک پرواز و شاخه مختلف اون هست پس از اون میرسیم به معادلات حاکم بر حرکت یک هواپیما و همچنین یک نگاه گذرایی به دستگاه های مختصات خواهیم داشت معادلات حرکت یک هواپیما رو میایم تدوین میکنیم نحوه استخراج رو خدمت شما عزیزان خواهیم گفت نیروهای وارد بر هواپیما شامل نیروهای آیرودینامیکی اتمسفر استاندارد در این خصوص صحبت های کاملی خواهیم کرد و گریزی به بحث های آیرودینامیک هواپیما و نیروهای وارد آیرودینامیکی انجام خواهد شد پس از اون در خصوص نیروی پیشران تراس ریکوار پاور ریکوار برای شما صحبت خواهیم کرد همونطور که میدونید هواپیماهای های زیادی در اطراف شما وجود داره که ما تو این مجموعه آموزشی هدفمون این هست که در مورد نحوه پرواز هواپیما بحث کنیم و ویژگی هر هواپیما یا به عنوان حالا مثل عملکرد، برخواستش، فرودش، کروزش، مانورش یا چگونه یه انجام همون مانو و همچنین در خصوص جنب های طراحی برای شما صحبت بکنیم و اینها رو مورد مطالعه قرار بدیم و هدف هم این هست که اطمینان پیدا بکنیم که هواپیمایی که قصد داریم اون رو بسازیم یا به عنوان یک طراح طرحی رو ارائه کردید زمانی که در انتها قصد ساخته شدن اون هست عمل کرده مناسبی رو در طی پرواز از خودش نشون بده کلی مواردی که ما توی این دوره در موردش بحث میکنیم عملا مقدمه ای بر عملی کرده ما هست یعنی ما یک مقدمه ای در خصوص پرفورمنس برای شما میگیم و علوم تئوری رو شما عملا در مطالبی ای که اینجا در خصوصش ای صحبت میشه رو اگر شرایطی فراهم باشه میتونید در یک پرواز مورد بررسی قرار بدید. دانش پایه مورد نیازی هم که ما توی این درس استفاده میکنیم در حد ریاضیات دبیرستان هست و این قول رو به شما میدیم که اگه این دوره رو به خوبی با ما طی بکنید در انتها قطعا به طور سیستماتیک به مرحله می رسید که نه تنها قادر به تجزیه و تحلیل عمل کرده یک ما هستید بلکه ایده قابل توجهی هم در مورد نحوه طراحی کاپ ما پیدا می کنید و این عملا تمام هدف از این دوره هستش اگر من بخوام تعریف بکنم مکانیک پرواز رو مکانیک پرواز رو میتونم بگم که گرایش مکانیک پرواز به مطالعه و بررسی رفتار حرکت به جسم پرنده من اینجا اصطلاح جسم پرنده رو برای شما آوردم اینجا میگیم وقتی میگیم جسم پرنده میتونه در بحث های کسایی که علاقه به بحث های بدن هستن اینه جسم پرنده ما میتونه سرنشین دار باشه یا اینکه جسم پرنده ما بدون سرنشین باشه مند ایرکرافت او آن من ایرکرافت که با استفاده از اطلاعات آیروداینامیکی هندسی و وزنی میپردازیم پس ما توی این بحث ها اطلاعات آیروداینامیکی رو مطرح میکنیم بحث هندسی هواپ ما خیلی برای ما مهمه و بحث های وزنی بسیار مهم خواهد بود در واقع علم مکانیک پرواز از عملکرد تشکیل میشه یعنی عملکردی که من اینجا عنوان میکنم به نام پرفورمنس هستش و عملکرد به بررسی رنج ما یا همون برد مسافت نشست تیک اف ان لندینگ مداومت پروازی یا همون اندورنس در سرعت های مختلف و بحث های پایداری و کنترل به وسایل پرنده خواهد پرداخت همونطوری که میدونید عنوان درسی ما مکانیک پرواز یک هست مکانیک پرواز یک یا این مکانیک پرواز یک عملا همون درس مقدمه ای بر عملکرد هواپیما هست. اولین نکته ای که به عنوان یک دانشجو هوا نبردی یا دانشجوی صنعت هوافضا باید بدونید اینه که باید به یک هواپیما دسترسی داشته باشید تصورات ذهنیتون خیلی شاید اینجا کمک نکنه. به این دلیل این حرف رو میزنم تا بتونید کلی اجزا و قطعاتی رو که در اینجا در مورد صحبت میکنیم به خوبی ببینید و درک عملا در انتها بتونید درک درستی از این علم داشته باشید ما در اینجا به عنوان مقدمه صحبتمون این هست که میگیم Introduction to Airplane Performance یعنی من به عنوان مقدمه میگم که پس من به عنوان مقدمه صحبتم در مورد ایرفلین پرفورمنس هست که دو تا کلمه هواپیما اینجا هواپیما و پرفورمنس یا عمل کرد کل چیزهایی هست که مد نظر ما هستن و امیدوارم که در طی این مباحث شما این دو تا کلمه رو بتونید یک تحلیل ذهنی در خصوصشون پیدا بود. اجازه بدهید که ما برگردیم به یک سری اصول اولیه اگه به خاطر داشته باشید این مباحثی که دارید اینجا میبینید توی بحث فیزیک بود اگر یه جسمی ما به جرم M یعنی جسمی رو به جرم M وجود داشته باشه و اون رو ما با سرعت V و زاویه تیتا پرداب کنیم چیزی که اینجا به ما میده یک نمونه از پرتابه هست پس این تشکیل چی میده؟ یک پرتابه داریم اینجا شبیه سازی می کنیم. مسیر حرکت این پرتابه به این صورت رسم شده خب ما یه مسیر پرتابمون رو دارید می بینید. حالا زمانی که این پرتابه یا جرم این مسیر رو دنبال میکنه و یک حرکت پرتابه ایجاد میشه عملا چه اتفاقی میافته؟ میخوایم بدونیم که عملا چه شرایطی ایجاد میشه؟ من اگر یک قسمتی از این پرتابه رو برای شما بخوام رسم بکنم میگم یک جرم ام دارم روی یک خطی هست که این یک مسیری رو قرارش کار بکنه پرتاب بشه میدونیم که سرعت مماسه بر این مسیر جریان هست و یک زاویه تتا ایجاد میشه ما وقتی که این جسممون رو پرتاب میکنیم حالا این اومده در این قسمت قرار گرفته و حالا اگر این این همچنان سرعت خواهد بود چیزی که اینجا وجود داره میدونید که نیروی گرانش به همراه این خواهد بود سوالی که اینجا مطرح میشه این هست که تأثیر این نیروی MG روی سرعت چیه ببینید پس اینجا این برام مهم بود یک پرتابه رو داشتیم که در طول کل مسیرش یک سرعت داشت که حالا هر بار این سرعت به این صورت خواهد بود ببینید این سرعت ما خواهد بود و چیزی که همیشه همراه این بود یک نیروی گرانشه که این نیروی گرانش به همراه این پرتابه ما خواهد بود سوال که مطرح چی که تأثیر این نیروی گرانش بر روی حرکت پرتابه ایمون چی هست اجازه بدید سوالی که اینجا مطرح کردیم و به یه مثال برگردیم ببینید زمان که ما یه سنگ رو با استفاده از یک ریسمان حرکت میدیم میدونید که این سنگ داره توی جهات مختلف روی حرکت میکنه عملا به این صورت گردش میکنه به این صورت ببینید این داره حرکت خودش رو گردش انجام میده جهت سرعت تغییر میکنه چه کسی جهت رو تغییر میده تو اینجا اگر این سنگ ما باشه این سنگ باشه و به این صورت این نخ بسته شده باشه این در حالت حرکت هست به این سنب در حال حرکت این جهت رو که تغییر میده اینجا با استفاده از کشش نخ داره مسیر رو برای این جسم ما حبس میکنه حالا اگه باز هم مجددا به بردار سرعت یه پرتاب برگردیم دیدید که یه بردار سرعت هم وجود داره و نیروی گرانش که جسم رو به پایین میکشه پس من در اون حرکت پرتابی که داشتم و این مسیر رو میخواست بره اگر بندی داشته باشم روی این نگهش میداره و نمیذاره از این مسیر خارج بشه ولی من اینجا یه بردار سرعت داشتم وقتی میرسیدم به اینجا خب همزمان اون بردار سرعت من وجود داشت ولی یک نیروی گرانشی هم به سمت پایین داشتم که جسم رو میخواست بیاره پایین پس همطور که انتظار دارید عملا اینجا هم بردار سرعت ما تغییر میکنه و این مسیر ادامه پیدا میکنه تا زمانی که جسم ما با زمین برخورد بکنه اگر قرار باشه من یک هواپیمایی رو طراحی بکنم که با یک پرواز پروازی که فقط بتونم با یک سرعتی اون رو به فضای پیرامونی خودش در پرواز در بیاد و بعد از گذشت یک مسافتی با زمین برخورد بکنه اون چیزی نیست که من از طراحی خودم انتظار داشتم و ما هیچ وقت در طراحی یک هواپیما این سناریو مد نظرمون نیست این سناریو سناریو قابل قبولی نیست که ما مثل حالا یک پرتابه عمل بکنیم بتونیم پرتش کنیم بالا حتی یک موشک رو پرتش بکنیم بالا بعد از گذشته مسافتی این موشک بخوره زمین نه یا همون هواپیمامون رو بتونیم پرواز درش بیاریم ولی بعد از گذشته مسافتی به خاطر نیروی وزن و گرانش با زمین برخورد بکنه این هدف نیست و این سناریو نیست و از اون طرف نمیتونیم با یک نیروی کششی که حالا داریم اینجاست این رو مسیر نگهش داریم میخوایم چی کار بکنیم اگه بخوایم یه هواپیما ماطراحی بکنیم ما باید شبیه این سناریو پیش بریم یعنی به این صورت ما نیاز به چنین مسیری خواهیم داشت چنین مسیری خواهیم داشت و این مسیر حرکتیه برای اینکه یه همچین مسیر حرکتی داشته باشیم چه چیزی نیاز داریم ببینید هر نیروی گرانشی که بخواد این جسم ما رو این هواپیما رو ما به سمت پایین بکشه باید یک نیروی مخالف خودش داشته باشه یعنی من در تمام شرایط این هواپیمای من نیروی گرانشی رو خودش به همراه داره میبره یعنی این نیست که نیروی گرانشیش جای چی شده باشه بگیم این نیروی گرانشیه رو دیگه مصاحب با صفر بشه نه من باید کاری بکنم که نیروی مخالف این نیروی گرانشی ایجاد بکنم یعنی من اگر اینجا ام جی هستم باید یک نیروی مخالف این گرانش همیشه داشته باشم تا بتونم این هواپیمای خودم رو و روی این مسیر پروازی که میخوام حفظش بکنم عملا اگر بخوام بگم من زمانی که یک مسیر پروازی به این صورت رو هدف دارم که حفظ بکنم در جایی که نیروی گرانشی وجود داره اگر یک نیروی گرانشی به سمت پایین وجود داره قاعدتا باید یک نیروی افی را هم من مخالف این نیروی وزن خودم داشته باشم که بتونم هواپیمای خودم رو از حالت رفتار پرتابعی خارجش بکنم و سرعت را هم بتونم روش کنترل داشته باشم و بین این دو تا نیرو هم عملا بتونم یه تعادل ایجاد بکنم شما نیروی چرخشی اینجا نداریم که بخوایم به این صورت یک مسیری رو طی بکنیم و بگیم که این یک جسمی بود و به یک نخی بسته شده بود به یک کشش نخی داشتیم و این مسیر رو همچنان به این صورت میخواست طی بکنم. پس من اینجا نه کشش نخی وجود داره بلکه باید نیروی F و MG رو با هم یه طوری لحاظ بکنم که بتونم در برخی از قسمت ها به صورت مستقیم یک پرواز داشته باشم ایده ایجاد نیرو که بتونیم مسافت بیشتری رو طی بکنیم باعث به وجود آمدن مفهوم ملخ شد به چه صورت؟ ملخ نیرو رو به سمت بالا ایجاد میکنه یعنی من اگر که یک ملخ اینجا داشته باشم عملا این به یک وزنه این وصله این وزنه من هم یک نیروی گرانشی خواهد داشت ملخ یک نیروی به سمت بالا برای من ایجاد میکنه به این صورت من یک نیرو ملخ من یک نیرو به سمت بالا ایجاد میکنه به طوری که بتونه نیروی گرانشی وارد به این جسم من به جرم ام رو جبران بکنه یعنی طوری نیروی ایجاد میکنه که بتونه با این ام جیه که اینجا داریم مقابله بکنه این مفهوم عملا در پشت طراحی هلیکوپتر بود و اومد هلیکوپتر رو خلق کرد پس این کار یک ایده ایجاد کرد که به نام هلیکوپتر رو تونستن از این ایده ایجادش بکنن خب ما البته این هم بگیم که تمام صحبت هایی که اینجا داریم میکنیم در مورد عمل کرده هواپیما داریم صحبت میکنیم و عملا ارتباطی به هلیکوپتر نداریم همچنین این نکته هم لازمه که براتون صحبت بکنم که کل مباحثی که ما داریم در برای شما عزیزان صحبت میکنیم در خصوص هواپیمای بال ثابت هست یعنی ما در مورد چرخ بال یا هلیکوپتر صحبتی نخواهیم کرد که چون اون مباحثش کاملا یک مباحث جدایی هست اما یک اصطلاحی هم اینجا باز دوباره رسیدیم بهش من دوستم که این اصطلاحات رو دنبال بکنید به نام اصطلاح فیکست وینگ ایرپلین که این اصطلاح که اینجا دوباره در مورد صحبت کردیم اپن بال ثابت دوباره رسیدیم به اصطلاح بال تا حالا سه تا اصطلاح رو ما به شما گفتیم یکی اصطلاح ایرپلین هست در مورد یعنی هواپیما یکی اصطلاح پرفورمنس و یکی اصطلاح وینگ رو برای شما عزیزان در مورد صحبت کردیم و متوجه شدید که چطوری به ایده ایجاد ملخ رسید اجازه بدید که ابتدا ببینیم که اصلا از اصطلاح عمل کرد چه چی چیزی رو متوجه میشید بذارید فکر کنیم میخواد یک حالا ماشین یک بخرید اتومبیلی بخرید و اگه بخواید عمل کرده اون ماشینتون رو فهرست بکنید مال چه چیزایی خواهید گشت اولین چیزی که برای اتومبیلتون هستید میخواید ببینید که این سرعت اتومبیلتون یا اسپیدش به چه صورتی هست بعد از اون میخواید در مورد فیول کانسپشن یعنی مصرف سوخت اتومبیلتون قطعا براتون سوال ایجاد خواهد شد در مورد مسئله مانوف پذیریش نسبت به اون گردش هایی که می‌تونه انجام بده به چه صورتی هست و در مورد شتاب اتومبیلتون قطعا برای شما سوالایی تو ذهنتون هست بحث مثل هزینه نگهداری ببینید که این اتومبیلتون چه هزینه هایی داره و بعد از اون جنبه نگهداری اون وجود داره که قطعا برای شما این سوالات هست و یک سری سوالات دیگه که قطعا مطرح میشه عملا شاید پارامترهای های عملکردی خیلی زیادی وجود داشته باشه که یه خریدار سعی میکنه که دنبالش باشه شاید غیر از این چیزهایی که هست اما اگه این موارد ما بخوایم برای هواپیما بنویسیم چی کار میکنیم ببینید سال اینه سرعتی که تو اون ما میتونیم حد مسافت پیموده شده و مصرف سوختمون حداقل باشه چقدر ببینید در یک هواپیما معیار ما مسافت پیموده شده هست و مصرف سوختمون حداقل بشه بگیم بیشترین مسافت رو با حداقل سوخت بریم منم همچنین میتونم این سوال پرسم که حد اکثر صورت که میتونم با این اتومبیلم برم چه مقداره یعنی اینا سوالاتی هست که عملا برای شما ایجاد خواهد شد و در خصوصش باید بتونید پاسخهای دقیق و خوبی رو داشته باشید اما اگر من مقابل این رو نگاه بکنم میبینم که برای اتومبیلم اگر صورت مطرحه برای من در هاپ ما کروز سپید مطرح خواهد بود ببینید تمام اینها رو من توضیح خواهم دادیم فیل کانسپشن بحث های وی مکس مکسیموم اسپید در مورد منور خب اینجا بحث مانور این هاپ مطرح خواهد بود اکسلریشن پیکاپ در مورد شتاب ما اینجا بحث ریت آف کلایم برای مطرح خواهد بود در مورد هزینه نگهداری و مینتننس اکسپ یا جنبه های نگهداری همه این موارد مواردی هست که این قسمت هم خودش رو نشون میده پس ما برای هواپیما اصطلاح کروز اسپید رو به کار میبریم خب این کروز اسپید چیه سرعتی که میتونیم به طور موثر از یک نقطه به نقطه دیگه توی هوا حرکت کنیم پس من اگر بخوام بنویسم میگم سرعتی که میتوانیم به طور موثر پس سرعت که میتونیم به طور موثر از یک نقطه به نقطه دیگه حرکت بکنیم و با اصطلاح کروز اسپید معرفی میکنیم باز هم اینجا خدمت شما میگم ما به شما معنی کروز رو توضیح خواهیم داد البته در قسمت خودش چی میتونید شما توی هواپیماتون به وی مکس یا در از همون ماکسیموم اسپیدتون اونجا در این خصوص بتونید فکر بکنید یعنی حداکثر اکثر که ما برای هواپیما داریم و ببینیم با چه سرعتی باز میتونیم به یک ارتفاع خاص برسیم که بحث این صعودمون خواهد بود بحث سرعت صعود ببینیم سرعت صعودمون به چه صورتی هست که یک سری قطعا باید سری سوالات توی ذهن شما ایجاد بشه هدف اونه که اولین یه سری سوالات تو ذهنتون ایجاد بکنه وقتی ما میریم سراغ فیول کانسابشن به سراغ مصرف سوخته هواپیما میرید با این سوال تو دو ذهنتون وجود بیاد که اگه میخواید بهترین مصرف سوخت رو داشته باشید قطعا باید یه سرعت مشخصی هم داشته باشید حالا آیا این سرعت مشخص هم وجود داره یا نه و آیا تو اون سرعت مشخص ما حد مصرف سوخت رو داریم یعنی من در قسمت فیول کانسپشن آیا به یک بست اسپید میرسم که بگم یک سرعت خوبی پیدا میکنم خب تو اون بست اسپید چیا بر من مطرح خواهد بود به آیرودینامیک خیلی سری نگاه بکنیم لیف به درک ریشیو یعنی ضریب لیف به درایه اونجا مطرح خواهد بود یا نه و در این خصوص آیا هواپیمای ما, ما تو همون بحث فیول کانسپشن یا مصرف سوخت باید به سرعتی برسیم که عملا این بهترین لیف به ایجاد شده باشه توش به این معنی که اگه ما واقعا میخوایم یه مصرف سوخت کمی داشته باشیم پس باید با یه سرعت خاصی پرواز بکنیم که مطابق با سرعت معمول هواپیما نسبت لیف به بالایی داشته باشه ببینید چقدر مطالب حالا داره یکی یکی به هم دیگه ارتباط پیدا در خصوص مانور توی ماشین شما منظورمون ما این بود که اون ماشین با چه زاویه‌ای میتونه گردش های خودش رو انجام بده دور بزنه اما برای هواپیما ما مانور معمولا منظورمون ما اینه که در حالت مستقیم داریم میریم یه دفعه بتونیم به سمت چپ و یه دفعه به سمت بالا تغییر مسیر بدیم پس خیلی متفاوت خواهد بود از یک اتومبیل بحث مانور یعنی شما دارید یه لول فلایت میرید به صورت اینجوری بگیم بگیم دارید لول فلایت بعد از لول فلایت یک دفعه بحث لفت رول ایجاد باید بشه بعد یه دفعه بحث پول up باید ایجاد بشه بعد یه دفعه و همینطور اینها در بحث هواپیماهای مخصوصا نظامی تایپ های فایتر بسیار مطرحه در مورد هفت های سیویل شاید نخواهیم یک دفعه از حالت لول فلایت بخوایم گردش به چپ یا گردش به راست یا یک دفعه پول آب یا پول دانش باشیم اما اگر میخوایم تحریب بکنیم بحث مانور رو زمان میگیم وارد مسائل مثل هواپیما های فایتر این قطعا مورد نیازه در خصوص اکسلوریشن هم عملا وقتی میخوایم در مورد اکسلوریشن صحبت بکنیم یه جورایی وابسته به توانایی های مانور هواپیما اگر که باز اینجا در مورد اکسلریشن پیکاپ ببینید پس شتابمون یه جورای وابسته به توانایی های مانوف هست در خصوص نگهداری هم که باز اگر من به عنوان حالا اینجا دوباره کاس رو هم مطرح بکنم این هزینه که میخوایم ایجاد بکنیم بسته به مقداری که میتونید شما بفروشید چقدر چند فروند میتونید از اون هاپون چقدر کارآمد میتونید اون رو بفروشید چقدر از اون پولی رو که برای یک معمولیت خاص استفاده میکنید یعنی یک معمولیتی رو میکنید اون و بتونید برای همه اونها یک سری عوامل تعیین کننده خواهد بود که شما میتونید قیمت گذاری بکنید هزینه ساخت و هزینه فروشتون یک رابطه بسیار تنگاتنگی و با همدیگه خواهد داشت اما فراموش نکنید که اتومبیل شما میتونه در هر نوع شرایط جادهی باهاش رانندگی کنه حالا این شرایط جادهی میتونه جاده آسفالته باشه جاده خاکی باشه جاده باشه که توش بارندگی صورت گرفته باشه جاده باشه که حالا سنگ باشه داخلش سنگ هایی که حالا بتونه اون اتومبیل شما از روش جاده سنگلاخی باشه به بتونه از اون عبور بکنه اما آیا یک هواپیما هم میتونه این شرط داشته باشه؟ نه یک هواپیما ابتدا به فاکتوری به نام مسافت برخواستن یعنی اون تیک آف دیستنسه نیاز داره و پس از اون فرود میاد به بسیار کاربردی هست که take آف آپشنال بات لندینگ منده شما می توانید تیک آف بکنید اما باید فرود بیایید پس اگر بخوای پرواز انجام بدید شما به یک مسیری نیاز دارید که بتونید با اون هواپیماتون تو اونجا تو اون جایگاه بلند بشه و بشین پس برای هواپیما شما به چیزی نیاز دارید به نام فرودگاه که بتونید در اونجا بحثای تیک آف رو داشته باشید و لندینگ رو بتونید انجام و کاملا هم اون شرط اختصاص به خود اون هواپیماه داره یعنی هواپیماهای شما بر اساس حالا یک سری از پرفورمنسش در هر فرودگاهی هم نمیتونن فرود بیانه شما میتونید هواپیمای خیلی بزرگ داشته باشید خیلی هم کارآمد باشه طراحی بسیار عالی یک هواپیمای بسیار بزرگی طراحی شده میتونه وزنهای بسیار زیادی مسافر بسیار زیادی با خودش ببره پیلود خیلی خوبی داره اما برای اون فرودگاهی نشه باشید پس بنابراین هواپیما ما شما فایده ای نداره چون نمیتونید اصلا اون رو از زمین بلند بکنید یا اصلا نمیتونید اون رو فرود بیارید بنابراین هر زمان که در مورد عمل کرد صحبت میکنیم در واقع در مورد این موارد به شیوه سیستماتیک باید صحبت بکنیم که یک هواپیما به چه شرایطی برای تیک و لندینگ خودش نیاز داره خب این مواردی که ما میخوایم بگیم در مورد وقتی صحبت میکنیم شامل بحثهایی مثل تیک آف هست کلایم هست کروز هست دیسن و لندینگ هست فرض بکنید که هواپیما توی این نقطه قرار گرفته فرض کنید ما توی این اینجا هستش یعنی اینجا الان موتور روشن میکنه یعنی بحث اینجا تیک آف هست و وارم آپ قبلش وارم آپ کرده یعنی موتور استارت خورده بعد از وارم آپ تاکسی میکنه هواپیما و بعد افزایش سرعت و بعد از یه سرعت مشخصی بحثه یعنی میخوام بگم تیک شامل این موارده که شامل وارم آپ و تاکسی کردن هست و بعد از بسیار افزایش سرعت بعد که به یه سرعت مشخصی رسید شروع به صعود میکنه یا همون بحث کلایم زمانی که بحث کلایم رسید ما توی هوا محلی رو برای فرود نداریم یعنی گاه هم واسه لحظه فرود در فضای بالا سر فرودگاه حالا اینجا هم فرودگاه باشه یعنی از یه فرودگاه ای اومده رسته به فرودگاه بی پس من باید این مسافتی که از اینجا تیک آف انجام دادم تا زمانی که این نقطه میخوام لندینگ بکنم باید گاه هم ممکنه که توی فضای بالا سر فرودگاه مجبور بشم که پرسه بزنم یا حالا به این صورت اینجا میتونم اینجوری به این صورت بگم به نام لویتر. یک حالت پرسه زدن رو داشته باشم تا بعد بتونم از برج مراقبت اون فرودگاه اجازه فرود رو پیدا بکنم و بتونم عمل لندینگ رو انجام بدم که اینجا هم نهایتا با استفاده از ترمز بتونیم ما رو متوقف بکنیم بنابراین در اجرا نیز اولین کاری که ما میخوایم در مورد صحبت بکنیم در مورد کروز پرفورمنس هست کروز پرفورمنس شامل مواردی هست که آیتم های مثل رنج و اندورنس را شامل میشه که این شامل برد هست و این هم مداومت مد. یعنی تو این فاز کروز ما میخوایم ببینیم چه بردی رو میره و چه مداومتی داره منظور از رنج چیه ببینید با توجه به یک محزن سوخت چه مدت میتونید به صورت صحیح در هوا پرواز بکنید پس رنج میگه که با توجه به یک محزن سوختی که دارید چه مدتی میتونید به صورت صحیح در هوا پرواز اندورنس اینجا چه چیزی رو به شما میگه؟ میگه مدت زمان از نظر مسافت و استقامت چقدر هستش یعنی من چقدر زمان از لحاظ مسافتی و استقامتی خواهم داشت بعد از اون میرسیم به بحث کلایم که ما در از چقدر زمان نیاز داریم تا یک ارتفاع خاصی رو بالا بریم این یعنی بهترین صورت که باید با اون بکنیم خب چقدر خواهد بود پس کلایم اینجا میگه چقدر زمان نیازم تا ارتفاع خاص رو بالا برم و بهترین سرعتی هم که باید اون بکنم چقدر پس اینجا کلایم زمان و سرعت برمون مطرح در خصوص منور یا ما اینجا بگیم میشه سرعت چرخشمون رو مثلا مطرح بکنیم که بعد بگیم حالا شامل مثلا حالا بدونیم که پول آپمون چقدره پول دانمون چقدره اینها رو در خصوص اینها و سرعت هر کدوم از اینها یک سری اصطلاحات رو بدونیم بعد می‌رسیم در خصوص لندینگ در مورد لندینگ هم که وقتی می‌خوای لندینگ بکنی اینه که باید بدونی که چه نوع عرابه فرودی باید داشته باشی از چه نوعی باشه تا بتونیم هواپیما رو ایمن فرود بیاریم اما قبل از اون که به جزئیات این موارد حالا اون بحث مثل پول آپ و پولدان هم بپردازیم اینه که شما باید متوجه بشید که اصلا این هواپیما به چه صورتی میخواد پرواز بکنه یعنی برید یک مطالعه تو این قضیه داشته باشید فیلم های تو این قضیه فیلم های پرواز هواپیما رو ببینید و متوجه شید که این هواپیما چطوری میخواد به امر پرواز خودش دست پیدا بکنه در قسمت concept of lift and drag یا به طور اجمالی مفهوم لیفت و درگ خب عملا یک سال اینجا پیش میاد که ما عنوان گفتیم تمام سعی میکنیم مباحثمون را یک سال مطرح بکنیم بال چگونه نیروی برا ایجاد میکنه برای پاسخ به این سال بهتره که یه مدار برگردیم به زمانهای قبل زمانی که آقای جورج کیلی بعد نیست که به تاریخ هم رجوع بکنید این ایده رو به ما داد که اگه یک صفحه صاف رو ما یک صفحه صاف داشته باشیم حالا همین صفحه صاف رو یه زاویه حمله بدیم بهش حالا این صفحه صاف یه این صفحه رو یک زاویه حمله بدیم بهش یعنی در معرض جریان وی اینفینیتیو قرار بگیره خب این یک آلپا یا همون زاویه حمله رو به خودش خواهد گرفت و یک فشاری ایجاد میشه یعنی یک فشاری در زیرش ایجاد میشه یک پرشر اینجا ایجاد میشه که عملا این پرشر در از همون نیروی برای ما هستش و در همین حینی که داره یک نیروی برای ایجاد میشه یک نیروی مخالف حرکت هم ایجاد میشه که ما به اون به نام نیروی درگ یا نیروی پسا میگیم که درگ نام دیگرش هست نیروی هستا و نیروی لیفت هم که نام دیگرش از نیروی برا برای اینکه ما بتونیم به نیروی درگ غلبه بکنیم برای غلبه نیاز به یک پیشرانه داریم این عملا خیلی ساده خیلی سریع ما در این خصوص صحبت کردیم اینکه بال چطوری نیروی برا ایجاد میکنه باید برگردید به یک سری از اطلاعات آیلینامیکی خودتون و این چیزی که آیه جورج کلی ایجاد کرده عملا به ما داره نحوه تولد برا رو خیلی ساده مید. خب ما اینجا یک بال رو داریم با مقاطعی که برش هایی که اینطوری خورده رو بهش ریپ خواهیم گفت در یک بال و از اون طرف هم می که مقطع بال به نام ایرفویل نامیده میشه. قسمت جلوی بال رو ما لیدینگ ایج یا لبه حمله و قسمت پشتی رو ترلینگ ایج یا لبه فرار میگیم پس این پشت بال اگر باشه به نام لبه فرار و جلوی بال رو بهش میگیم لبه حمله این وی هم که اینجا دارید میبینید به عنوان سرعت جریان آزاد هست که با هواپیما برخورد میکنه عدد بی در اینجا به نام اسپن یا طول بال نامیده میشه خب اطلاعات شما درخواست خواست ایرفول باید خیلی بالا باشه و همونطور هم که میدونید بال و ایرفول یک رابطه زمینی تنگاتنگی با هم دارن چون یک ایرفول خوب تضمین میکنه که یک بال موثر هست یا نه پس اگر یک ایرفول خوب داشته باشید قاعدتا یک استقبال خوب هم خواهید داشت پس بهتره که در خصوص ایرفول ها اطلاعات خیلی جامع و کاملی رو بر خودتون تهیه بکنید مخصوصا در مورد نحوه شماره گذاری بالها یک سری اطلاعات کامل رو تهیه بکنید و مطالعه بفرم ما هدفمون اینجا عملا آشنایی شما با اجزای هواپیما هست توی این سلسله مباحثمون قطعا یک سری این موارد رو خواهیم داشت تو اسلاد قبلی در مورد concept of lift and drag صحبت کردیم حالا اینجا میخوایم ارتباط بین برابر پسا رو یک صحبتی بکنیم ببینید ما دو تا ایرفویل اینجا داریم یک ایرفویل به این صورت که بشنیم ایرفویل متقارن یا سیمتریکال یا ایرفویل متقارن نامیده میشه یک ایرفول هم داریم به نام نان یا ایرفول نامتقارن خب هر دو تا ایرفول اگر در معرض جریان هوا قرار بگیرن قرار بر ما لیف تولید بکنن اینجا یک خدچینی کشیدیم که قسمت لبه حمله یا LE Leading Age رو به تریلینگ ایج به لبه فرارش بحث میکنه که این رو به نام کورد لاین یا خط وتر نامیده میشه باز این هم میبینید که از این قسمت لیدینگ ایج به قسمت تریلینگ ایج رسیدیم که خط وتر رو بر ما تشکیل داده پس وتر خطی که لبه حمله و لبه فرار ایرفول رو به همدیگه متصل خب حالا یه سوال به نظر شما هوا باعث بالا رفتن میشه من همینجا سراحتا پاسخ رو باید بزنم خیر سراحتا میگم خیر چون تا اونجایی که دست رو عمل آقای جورج کیلی برای ما در مورد برا وجود داره اینه که باید حتما یه زاویه بین سرعت و اون سطح وجود داشته باشه یعنی من اگر در حالت عادی یک جریان هوایی داشته باشم حالا با همون بیه اینفینیتیو نشون بدم و یک ایرفویلی وجود داشته باشه حالا این هم همون کورد لاینمون قرار بگیره اگر هیچ کنه زاویه ای بین این جریان هوا و این سطح وجود نداشته باشه طبق همون صحبت آقای جورج کیلی ما عملا برمون برای ایجاد نمیشه ما گفتیم یک صفحه ای داریم یک جریان هوایی به این داره برخورد میکنه و این یک زاویه حمله ایجاد میشه براش و این باعث به وجود اومدن لیفت میشه پس این دقیقا تو ذهنتون بمونه که ایرفول هایی که ما الان اینجا توی شکل به شما نشون دادیم تا با خود جریان زاویه ایجاد نشه ایشون برای ایجاد نخواهد حالا ما اینجا اومدیم شکل رو به این صورت کشیدیم جریان رو من بنویسم وی اینفینیتی اینم وی اینفینیتی این ما به یک زاویه دار کشیدیم بله در اینجا پس تولید میشه اما اگر جریان هوای ما اینجا به این صورت مستقیم بود، گفتیم در این حالت برای ایجاد نمیشه